ساعت 9:10 روز دوشنبه روز 12 مرداد بود. از همون پنجرهی که روز 8 مرداد دیده بودیم تناوبه رو جا بجا کرده بودن، یکی از بچه ها صدا کرد گفت یه چیزایی داره اینجا جا بجا میکنه. نگاه که کردم میدم که دو تا ماشینه کامیون اون پایین ایستاده، یکیش موتور روشن بود یکیش خاموش بود. که هم تو که توجه کردم میدم تیزاری پاسدارم دوره بعد اینا میچرخم. از بالا اولش خوب نمیتونستم تشخیص بدم، فقط تعداد پلاستیک دیده میشد سرت بسته، حدس میزدم که جسده ولی نمیتونستم مطمئن باشم. تا اینکه در عین اینکه داشتم انتقال میدادن اینا رو، یکی از این جسد یکی از این بچه ها افتاد. البته فاجعه تنها در محدوده زندان نبود. نحوه کشتار، انتقال در گورهای جمعی و برخورد با خانواده ها هم قسمت‌هایی از فاجعه بزرگ اون سالی که هنوز خوب باز نشده و به درستی هم نمی‌دونیم که چه بر سر اجساد شهیدان و خانواده ها اومد. جمعه 21 مرداد از رادیو مجاهد شنیدیم که 800 جسد که تو کیسه‌های پلاستیکی گذاشته بودن همراه توی ماشین با ماشین‌های یخچالدار و کانتینر از اوین خارج شده و به قطعه 93 بهشت زهرا بردن. یعنی اونجا رو اعلام کرده بود که گور دست جمعیه. ما همون موقع رفتیم بهشت زهرا، سر تا سر این قطعه صاف شده بود، خاکای تازه بود و خاکای اضافیش از بالا تا پایین قطعه تا ارتفاع 1 متری معلوم بود خاکای اضافی بود که کنار قطعه گذاشته بودن. جلوتر که رفتیم جای چرخ بولدزرا رو هم دیدیم که صاف کرده بودن و معلوم بود که تازه روش کار کرده بود. اجساد از داخل اون محلی که بهش میگفتن حسینیه به خیابون میبردن و از اونجا بار کامیون رو میکردم. همینطور هستادم رو هم دیگه تلم بار میکردم، خواستاره رو جسد رو هم میرفتم. هیچ شرم حالی به وجود نداشت، حتی بعد از اینم که کشته بودن از جسد هاشون رو نمیگذاشتم. بعد از اینکه تمام میشد کارشون روی کامیون رو چادر میکشیدم و میبردم. این مسئله تو چند روزی که تا توی مرداد ما در ما چندین بار این صحنه دیدیم که جنازه رو با کامیون زندان همین رو بکنم زندان. صحنه بود که در لحظه نمیتونستیم قبول کنیم، چون تو اون لحظه همیشه فکر کردیم شاید باید، ولی تو اون لحظه دیگه مطمئن شدیم که بشیم دست به قتلنامه تمامی زندانی رو بزنیم. غلام حسین مشهد ابراهیم علی رغم که بیماری قلبی داشت ولی هیچ وقت تو زندان در مقابل رژیم کوتاه نیامد. رژیم اونو به 15 سال زندان محکوم کرده بود. مادرش به خاطر که تک فرزندش بود خونش رو توی منطقه دیگه تهران فروخته بود و اومده بود نزدیک زندان گوهردشت یه خونه اجاره کرده بود که نزدیک بسیج باشه، ولی چند روز بعد از قتل عام به مادرش فقط یک ساک دادن که چند تیکه لباس های غلام حسین توش بود. تمام مدتی که ملاقات ها قطع بود و ما اطلاعی از وضعیت زندانی ها نداشتیم، چون دفتر زندان اوین تو لونا پارک بود همه خانواده ها می رفتن اونجا برای پیگیری فرزندانشون. منم گاهی اوقات همراه مادرم می رفتم لونا پارک. یکی از این روزا که توی لونا پارک بودیم یه پاسداری رفت بالای یه سنگی در حالی که قهقه می زد، گفت این اسامی رو که می خونم اعدامشون کردیم، برین ساکشون رو بگیرین. اسم هر شهیدی رو که می گفت فریاد شیون و لعنت بر خمینی یک مادر و یک خانواده از گوشه لونا پارک به صدا به گوش می رسید.
خانواده میرزایی که مصطفی و حسین و همسرش و خواهرش که در همدان اعدام شد، اینا از یک خانواده، یعنی چهار نفر از یک خانواده در جریان موج اعدام‌ها اعدام شد. مادر دارآفرین که دو تا از بچه‌هاش اردکان و اردلان با ما بودن، هر بار که ملاقات می اومد عکس‌های اردشیر و تقی که شهید شده بودن رو سینه‌هاش می‌زد و به ملاقات می اومد و به همه کابینا سر می‌زد. خیلی روحیه بالایی داشت و ما را به مقاومت و ایستادگی تشویق می‌کرد. اردکان و اردلان در سال 67 در اوین به عهدشون وفا کردن و اعدام شدن. من بعد از آزادی در سال 73 به دیدارش رفتم، دیدم که همچنان مادر دار آفرین سرشار سرزنده هست و به ما روحیه میده، میگه هیچ ناراحت نباشید، شما باید باشید و انتقام خون بچه هامونو بگیرید. بچه ها خیلی بچه ها بودن که دو نفر توی یه خانواده، شایشون مثل شریف، مثل افسلی و یا خانواده غلامی که سه تا از بچه هاش توی یک شب، تو هم 67 اعدام کردن، که در کل 7 از بچه هاش شهید کرده بودن. که وقتی من بعد از آزادی تو خیابون یه روزی بابا احمد میبینم که فریاد میکشه با داد و بیداد، فریاد ای خدا به چی بگم، 7 از برام از من گرفتن، 7 از بچه هام شهید کردن، سر بریدم، به کی اینو باید به کجا پناه ببرم؟ که خود مادرش هم روانی شده بود، سکته کرد روانی شده بود، دولت تعادلش تعادل رویش از دست داده بود، پدرش هم که با این وضع. تو تبریز نیز مثل همه شهرهای ایران خانواده های زیادی هستن که تعداد زیادی از بچه هاشون شهید شدن، از جمله خانواده قهرمان مجاهدین شهید رهنمانی ها که تو داستان قتل عام کاظم و محمد تقی نیز به شهادت رسید. فکر کنم 7 یا 8 نفر از این خانواده بود که شهید شدن. همچنین خانواده نمونه خواه که اصغر نمونه خواه جز قتل عام شده ها بود که 4 شهید این خانواده هستش. من یه روزی رفتم خونه پدری بهمن، تو حالشون نشسته بودیم همراه پدرش و خواهرش، به ناگاه صدای زنگ در اومد. خواهرش بلند شد، رفت در رو باز کرد، پس لحظاتی یه بار دیدم که خواهرش با سر خورد زمین. به سرعت رفتم بگیرمش، موفق نشدم. بعد که جریان فهمیدم، دیدم که از داستانی اوین اومده بودن، یه ساکی به خواهر بهمن نشون دادن و گفتن که بهمن اعدام شده، اینم وسایلشه. یکی از شهدای قتل عام سال 67 مجاهد شهید رحیم صفت بقا بود، بچه محلم بود، شهر ری زندگی میکرد. بعد از قتل عام ها وقتی که مادرش در اوین رفته بود دنبال وسایلش، دنبال قبرش، بهش شماره داده بودن، ولی مادر رحیم از طریق خانواده های دیگه متوجه شد که اینا رو توی گورهای جمعی دفن کردن، مثل خاوران و توی بخشی از بیزرا. گفتش که این شماره‌ای که دادن قبر پسر من نیست. بعد رفت یک قبر خالی خرید و یکی از پیرانه رحیم رو توی اون دفن کرد و بعد از اون همیشه بالا سر همین قبری که فقط پیرانه رحیم توش بود میره و اونجا اشک می‌ریزه. جانا به زمین خاوران خاری نیست،
کش با من و روزگار من کاری نیست. با لطف و نوازش جمال تو مرا در دادن صد هزار جان آری نیست. بعد یه رو بودن تو گوهردشت این ها اولی سری بودن که برای اعلام بردنشون که روز همون هشتون فکر مونم بودشون که اولی سری هم که میگه تو سوله ها بود بعدا بردن تو حسینیه، یعنی بعد از سر من فکر مونم اگه اشتباه نباشه مثلا نهم دهم دیگه حسینیه رو افتاد اونو بعدم اونجا اعلام میکرد نهم بود چون رضایی ها رو توی چند نفر بودن حسینیه هشت همون جعفر و جعفر و قسمتی از بهشت رضا در مشهد است که اسمش خانواده های مجاهدین اسمش گذاشتن بچه های کنار دیوار، یک دیوار 500 متری به فاصله 50 متر به 50 متر گورهای جمعی است. برای اولین بار که به این قسمت رفتم دنبال مزار پدرم میگشتم که از اون خدا بزی کنم، بعدها فهمدم که هزاران پدر و مادر عاشق در این قسمت خفتند. تربت جام جمالت گل پرپر به خیالت نتواند که بماند، نتواند که بماند که توی طاق صداقت به خدای دو جهانت. اندر همه شهر خاوران سنگی نیست کش با من و روزگار من جنگی نیست. در سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بر او رنگی نیست. حالی جناب اگر شما به دنبال نصر کشی و جنایتکاران میگردید در ایران بیش از 170 تا 190 شاید هم بیشتر گور دست جمعی وجود دارد. وقتی اومدیم بند حسن همونجا به صدا اومد به من گفت که بیا بریم اتاق تلویزیون. وقتی رفتیم اتاق تلویزیون حسن من رو برد پشت پنجره گفت که اینجا به صدا یه تعداد از زندانی ها رو بردن به سمت سوله. بعد خب حدود مثلا یه نزدیک یه ساعتی به صدا گذشت بعد اینها رو جنازه هاشون رو به صدا آوردن انداختن داخل کانتینر، یه کانتینری هم مثلا اونجا پاک شد و پشت در که انداختن مثلا گفت جنازه هاشون رو آوردن انداختن توی کانتینر. این دیده شد اواخر مرداد سال 67 سراغ که بچه ها رفتم میگفت که دیشب تا دمدمای صبح صدای لودر از گورستان آقا سید مرتضای لاهیجان می اومد. شنیدن صدای لوده در گلستان امر غیر طبیعی بود. فردا عصر من رفتم اونجا ببینم علت این سرصدایی که دوستم می گفت چه بوده. در گوشه شرقی گلستان منطقه‌ای رو دیدم که با قسمت‌های دیگه به لحاظ شکل متفاوت بوده. جلوتر رفتم دیدم که مساحتی به طول 30 متر و عرض 3 متر خاک برداری شده. از اونجایی که اون منطقه علفزار بوده قسمتی که خاک برداری شده به نسبت حواشیش کاملا نمایان بوده. اطرافی که خاک برداری کرده بودند
به دلیل اینکه در شب با عجله این کار کرده بودن کاملا ناهموار بود و معلوم بود که تعداد زیادی از شهدای قتل عام شده رو اینجا دفن کردن. من دقایق اونجا بودم و از اونجا خارج شدم. شب همون شب در حقیقت به دلیل اینکه سگهایی که در گورستان بودن صدای بوی خون شنیدن به طرف منطقه مرده رفتن و از قسمتی از خاک که کمتر خاک برداری شده بود شروع به کندن کردن. در نقطه ای به پیکر شهیدی رسیدن. به این ترتیب گور جمعی شهدای قتل عام شده مجاهدین در لاهیجان لو رفت. از جمله شهدای شهر خرم‌آباد از این دسته اند که یا در شهرستان‌های دیگه دفن شدن و یا گوشه کنار قبرستان‌های اطراف دفن شدن. مثلا شهید محمد تقی شاکرمی در کنار یک نهر آب حاشیه قبرستان دفن شده. علی شاکرمی در یکی از روستاهای اطراف خرم‌آباد اینو دفن کردن. حجت هم از این دسته از شهداست که او را در شهرستان بروجه تقریبا 160 کیلومتر از خانوادش دوره دفن کردن. مثلا اینا رو به صورت جمعی دفن کرده بودن که مثلا تو قائم‌شهر ما می‌بینیم تو مسیر قائم‌شهر به قادی‌کلا توی روبروی امامزاده تو بیابونی مثلا بچه‌ها رو دفن کرده بودن. یه سریشونه که اونجا دفن کرده بودن، یه سریش هم تو منطقه که هموطنان بهایی مزارشون اونجا بود اونجا برده بودن دفن کرده بودن اینا رو. شش ماه هم بود که مادرم شهید شدش و پاسدارای رژیم آخوندی من اونجا به زندان بردن. من تقریبا تا سن 4 سالگی در اونجا بودم. در این 4 سال مادر بزرگم تلاشا و زحمات زیادی کشید از اینکه منو بتونه از چنگ این آخونده خلاصه نجات بده و آخرم موفق شد. همیشه عشق و امید و آرزوی مادر بزرگم در این بودش که خلاصه هفته ملاقات برسه و منو به دیدن عموم و ملاقات اونا ببره. یک روز هفته تقریبا هفته ملاقات رسید. صبح مادر بزرگم منو برای ملاقات نبردش، منو به یکی از همسایه‌هامون سپرد که از من تا زور نگهداری کنه. وقتی برگشت یادم میاد که 2 تا ساک تو دستش بود. بدون اینکه چیزی به من بگه ساکا رو برد گذاشت خشن تو کمد، یه چیزی هم روشون کشید که اون موقع قابل دیدن نباشه، قابل دسترسی خلاصه بچه‌ها که میومدن اونجا نباشه. ازش سوال میکردم که در این هفته چرا ما برای دیدن عموهامون نمیریم. همش پشت گوش مینداخت، چیزی نمیگفتش. میگفت میریم، ایشالله میریم، هفته بعد ایشالله میریم. یک شب بلند شدم دیدم که صدای ناله میادش از خونمون از توی یکی از اتاقا. بلند شدم که ببینم صدای چیه. رفتم دیدم مادر بزرگم سجاده قشنگشو پهن کرده، عکس مادرمو، عکس 2 تا پسراشو، عکس عموم در واقع گرفته تو دستش و داره باهاشون نجوا میکنه. دستی میکشید رو سر صورتشون، روی عکساشون بوس میکرد، دستشو به دعا برمیداشت، دستشو رو به خدا میکرد، عکسا اینا رو پاک میکرد، باهاشون نجوا میکرد، باهاشون درد و دل میکرد، گاهی میخندید گاهی گریه میکرد. که من خیلی دیگه واقعا کنجکاو شده بودم ازش رفتم سوال کردم که چی شده مادر بزرگ، که بهم گفتش که عموهاتم همون راهی رو رفتن که مادرت رفته. شب بود، 2 تا پاسدار بودن، اومدن گفتن که فردا بیاین کمیته خاوران، گفتن بیاین اونجا یه خبری از مثلا اکبر بگیریم. بعد فردا شد رفتیم با پدرم، من رفتم دم
همون کمیته‌ای که گفته بودن، اونجا مثلا یه مقداری معطل شدیم تا اینکه نوبتمون برسه. تون چند یه ساعتی که من اونجا بودم، خب خیلی خانواده‌ها میامدن میرفتن توی کمیته. هر خانواده‌ای که میرفت به یه امیدی میرفت تو، وقتی برمیگشت آدم احساس میکرد یه هوی 10 سال پیر شده. مثلا یه پدر پیری بود یادمه، یه پیر مرد بود، رفت تو. موقع که میرفت خیلی عادی رفت، موقع که برگشت احساس کردم مثلا کمرش خم شده، احساس میکردم مثلا شکسته شده. بعد یا مثلا یه زن جوانی بود، مثلا گویا همسرش اعدام شده بود، رفت تو. وقتی برگشت اصلا دیگه رو پای خودش نبود، همچنین با 2-3 نفر گرفتنش، آوردنش که دم ماشین بیارنش. همچنین پشت سر هم این خانواده ها میرفتن با همین وضعیت یا بدتر از این برمیگشتن تا اینکه نوبت ما رسید. من پدرم رو فقط گفتن مجازه که بیاد تو. پدرم رفت، اونم باز به همین وضعیت رفت. بعد از مثلا یه رو 20 دقیقه بعدش دیدم خیلی خمیده با یه ساک کوچولو دستش اومد، سوار ماشین شد، ساکو گذاشت، راه افتاد. اصلا مات بود، هیچی نمیگفت. هرچی من یه جوری خواستم به حرفش بیارم، بگم بابا چی شده، مثلا چی گفتن، چی نگفتن، اینا هیچ حرف نمیزد، سکوت، فقط حرکت میکرد، انگار میترسید یه هایی بغضش به ترکه. مجید شمس‌آبادی دانشجوی دانشگاه ملی بود، با من همسلول بود، دارای خصایص و ویژگی‌های فوق‌العاده بود، خیلی فداکار بود، خیلی مایه‌گذار بود. واقعا همیشه مشغول مطالعه نهج البلاغه بود و من ازش درس می‌گرفتم. خیلی چهره معصومی داشتش. بعد در جریان یک تخفیفی بودش که اینو احضارش کردن به دادستانی و اعلام کردن که چند سال از حکمش تخفیف پیدا کرده. بعد هفته بعد ما ملاقات داشتیم، با ملاقات با خانواده ها، که به طور اتفاقی خانواده مجید در کنار خانواده ما کنار کابین بودش. مجید این جریان تخفیف حکمش رو به خانوادهش اعلام کرد. من خودم اونجا شاهد بودم، دیدم که خانوادهش سر از پا نمی‌شناختن، اشک شوق از چشمشون جاری شده بود به خاطر اینکه این به هر حال زودتر از موعد مقرر آزاد میشه و اینا سر از پا نمی‌شناختن. ولی همین مجید چند ماه بعد به خانوادهش اطلاع دادن که اعدام شده و تمام این خوشی‌ها رو تبدیل به غم و اندوه کردن. بعد از آزادی وقتی خونه بهزاد رفتم که یکی از نزدیکترین دوستانم توی زندان بود، عکسش بزرگش رو روی دیوار نصب کرده بودن و یک باندرول مشکی بود. پدرش بعد از شنیدن خبر اعدام بهزاد سکته کرده بود. بهزاد رمزی اسماعیلی داور بین المللی بدمینتون بود. مادر حسین نگهبان بیماری کلیوی داشت. حسین چند بار از زندانبان درخواست کرده بود که به خاطر مریضی مادرش میخواد یک کلیهش رو به مادرش بده، ولی زندانبانان با این مسئله موافقت نکردن تا اینکه حسین رو اعدام کردن و مادر حسین با شنیدن خبر اعدامش فوت کرد. یکی از بچه‌ها به نام مسعود مولی، مسعود از بچه‌هایی بود که پدرش از کارمندان رادیو تلویزیون بود، عزت‌الله مقبلی، خیلی شهرت داشت. یک روز دیدم مسعود رفته دم پنجره، اول غروب بود، با ستاره‌ها داره صحبت می‌کنه. من از پشت وقتی رسیدم دیدم این اشکش سرازیر شده و پشتش دیدم به عنوان که مسن‌تر از اینم دلداریش بدم. گفتم مسعود چیه؟ این راهی که همه باید طی کنیم. گفت من به خاطر ناراحتیت این گریه نمی کنم، من این اشک شوق به آرزو و آرمانم رسیدم. همین با همدیگه دیالوگ می کردیم، در همین
اسمایی که میخوندن یکی از اسامی همین اسم مسعود مغولی بود که خداحافظی کرده هم دیگر بغل کرده مسعود رفت بیرون. خانواده مجاهد شهید مسعود مقبلی به طور اتفاقی در یکی از روزهایی که رفته بودن به دنبال مزار مسعود میگشتن شاهد صحنه‌ای بودن که تعداد زیادی از شهدا رو در بهشت زهرا دفن میکردن که از یه فرصتی استفاده کرده بودن نزدیک یکی از شهدا شده بودن. کاغذی روی کفن یکی از اونا بود که برداشته بودن روی کاغذ مهر زده بودن که اعدام شد. یکی از کارکنان بهشت زهرا که این صحنه رو دیده بود بلافاصله بهشون اخطار داده بود که سریع از اینجا خارج بشین که اینجا وضعیت عادی نیست. ولی خانواده میگفتن به قدری تعداد شهدا زیاد بود که ما توی نظر نتونستیم اونا رو شمارش بکنیم، ولی مشخص بود که اون تعداد بچه‌ها رو به صورت جمعی داشتن دفن می‌کردن. سال 76 برای مراسمی به گورستان خضر خرم‌آباد رفته بودیم. بعد متوجه شدیم که یه وادی که حدود 1000 متر از قبرستون فاصله داشت یه وادی بود. متوجه شدیم که این خاکش دست خورده است، یعنی خاکش با زمین‌های اطرافش فرق می‌کرد. کنجکاو شدیم که چه دلیلی داره، چون نه جای کشاورزی بود و نه جای کارهای دیگه. از همون کارکنان و قبرستون پرسیدیم که جریان این چیست. گفت این گورستان کفاره، به همین اسم روشون اسم گذاشته بودن گورستان کفار. پرسجو کردیم فهمیدیم که این همون زندانیان سال 67 هستند که در اونجا دفن کردن، از شهرستان های دیگه اونا رو در اینجا دفن کردن که هنوز کسی نمیدونه اینا کیان و کجایی هن و چند نفرن. نفر دوم باز یکی از برادرانی بوده، برادرانی بنام و مجاهد و مقاوم، واقعا مقاوم. من ازش درس مبارزه و مجاهدت در زندان میگرفتم، به نام امیر تعاونی که اونجا امیر تعاون میشناختنش. امیر تعاون بچه هایی بوده که زیر حکم اعدام بود، با بچه های ابدی بودن. دیدم از زیر چشمه دیدم یه نفر بکش بکش دارن میارن. امیر با شکنجه تمام، با اذیت آزار تمام اینو کشیده بودن. امیر از اون طریق در اونجا اعدام شد. این عکس پدرم هست که سال 67 اعدام شد. آخرین باری که دیدمش سال 65 بود که برای یک ماموریتی میرفت و صحنه آخری که ازش یادم هست موقعی بود که از زیر قرآن رد شد و دیگه بعد از اون ندیدم تا وقتی که خبر اعدام پدرم رو شنیدم. خبر شهادت مشتبه که اومد محله و خونمون قوقایی بود، پر شده بود از بچه های محل، همه دوستا و رفیقای مشتبه. تو این وسط یه خالم که خیلی علاقه زیادی هم به ما داشت
اومد خونمون. بعد خیلی بیتاب بود. مادرم نشسته بود، رفت کنار مادرم. خیلی ما رو دوست داشت و داشت گریه میکرد. با زبان ترکی همینجور سرش رو تکون میداد، بعد میگفت مشتبا من علمیام سن علمیان یرده، یعنی که مشتبا من نباشم جایی که تو نیستی. بعد کنار مادرم سرش رو گذاشت رو دیوار، بعد همینطور سرش که پایین اومد تموم کرد و روی شونه های مادرم همپیمان با همین بچه ها لحظاتی طول نکشید واقعا، هم که عهد و پیمانشو بست باهاشون رفت. به طور مشخص من خبر داشتم که پدر یکی از دو تا از بچه‌هایی که پیش ما بودن، جعفر و صادق ریایی، که اینا در واقع پدرشون جنوب تهران می‌نشست، برای خبرگیری از بچه‌هاش اومده بود در زندان گوهردش و هر چقدر به هر دری زده بود نتونست پیدا کنه. بعد که خبر اعدام بچه‌هاش اینه، چون دو تا بچه‌هاش هم اعدام کردن با هم، در همونجا سکته کرد، این در واقع قلبش گرفت. بعد از اونم هرچی مداوا کردم فایده نداشت و فوت کرد. یعنی مادر همین شهید پروین همتی که در دهه 70 در مراسم بزرگداشتی که برای فرزندان شهیدش عباس همتی، میرزا و زهرا و پروین گرفته خونش گرفته بود، توسط وزارت بدنام اطلاعات روبوده شد و سر به نیست شد و تا الان هیچ خبری از او در دست نیست. وقتی که ما رفتیم کمیته تهران پارس ساک مهدی رو بگیریم، تقریبا هر 10 دقیقه یه روب یه خانواده می اومد اونجا و ساک شهیدش رو می گرفت و می برد. وقتی ما ساک مهدی رو از ماشین پیاده شدیم و ساک مهدی رو آوردیم، مادرم ساک مهدی رو بالای دستش گرفت و گفت این سند جنایت خمینیه. مردم همه زدن زیر گریه و بعد به خصوص وقتی که مادرم شیرینی بین مردم پخش میکرد، دیگه من هر کی رو که میدیدم میدم داره گریه میکنه و تحمل نداشت این صحنه رو. وقتی همسر مجاهد شهید امیر هوشنگ هادین خانلو برای گرفتن قادس قبر امیر هوشنگ هادین خانلو به اویل مراجعه کرد، از او خواستن که تو شناسنامهش بنویسن که امیر هوشنگ هادین خانلو سکته کرده تا آدرس قبرش رو بهش بدن. همینطور در رابطه با خانواده جلال کزازی و حسین حقیقتگو هم همین تنظیم رو کرده بودن و گفته بودن که باید تو شناسنامهش بنویسیم که تصادف کردن یا مریض بودن فوت کردن تا ما آدرس قبرشون رو به شما بدیم، که هیچ کدوم از خانواده ها این رو قبول نکرده بودن و گفته بودن که ما به هیچ وجه حاضر به این کار نیستیم، حتی اگر تا ابد هم ندونیم که مزار شهدامون کجا هستش. بعد از آزادی از زندان من سراغ خانواده مشخصا قاسم گلشایی و حسن گلشایی رفتم، چون زابل بودن، من خودم خونم زابل بود، رفتم اونجا پلو مادر قاسم گلشایی و حسن. خیلی روحیه بالایی داشت، اینقدر استقبال فراوانی کرد، گفت شما من یاد بچه هم میندازین و افتخار میکرد به دو پسرش که در جریان قتل عام اعدام شدن و حلق آویز. از وقتی آدم میاد خالم مجاهد شهید مریم توانایان فرد رو از پشت شیشه های زندان اوین محل ملاقات دیدم، جایی که همواره چهره سرحال و شاداب اون بود که علارغم درد شدید که در اثر شکنجه ها داشت
به ما مستمرن روحیه و امید میداد. من هیچ وقت از شکنجه های اون از زبون خودش نشنیدم تا وقتی که اومدم اینجا و از زبون بقیه خواهرایی که همبندیاش بودن و توی سلول ها با اون بودن شنیدم. اما روزی که به ما خبر آزادیش رو دادن، پاسداری بود که زنگ زد خونمون و گفت که مریم رو قرار آزاد بکنن. اون روز ما جشن گرفتیم خونمون و همه فامیل تقریبا جمع شده بودیم که بریم و اونو از زندان تحویل بگیریم. وقتی رفتیم اونجا مدت زیادی معطل موندیم و پدر بزرگم که رفت جلو، پاسداری با بی‌شرمی دو تا ساک رو پرت کرد جلوی پاش و گفت بیا اینا مال دخترته. پدر بزرگم همونجا نشست زمین و زبونش بند اومده بود. وقتی این خبر رو به مادر بزرگم دادن، اونجا بود که سکته کرد. رفتم خونشون، من نمیدونستم که اردوان شهید شده. وقتی رفتم در زدم، مادرش وقتی که فهمید که من زندانی بودم خیلی ازم استقبال کرد. در لحظه فهمیدم که اتفاقی افتاده و اردوان شهید شده بود. به محض اطلاع خانواده که اردوان شهید شده بود، پدرش سکته کرد و فوت نمود. مادرش میگفتش که دنبال کردیم که ببینیم جسد اردوان رو کجا خاک کردن، که گفته بودن که تو قبرستانی به اسم علی آباد تو اردبیل. من خودم رفتم علی آباد رو دیدم. بعد این 5 تا شهید مجاهد رو کنار هم تو گوشه ای از قبرستان دفن کرده بودن، تو لای پتو پیچیده بودن، ولی نه اسمی نه نشانی هیچی نبود، فقط گفته بودن که اونجاست. مرتضی تاجیک حوالی 30 خرداد دستگیر شده بود و در طول اسارت خودش تا زمان اعدام اسم واقعیش رو نگفته بود. اسمش مجتبی هاشم خانی بود. بعد از اعدام نمیتونستم باور کنم که واقعا رژیم این همه اعدام کرده. تا مدت ها بود وسایل بچه ها رو از این بند به اون بند میکشیدن تا این حکم آزادیمو صادر کردن. شب تا صبح تو خونه خوابم نمیبرد، مثل این روانی ها همینجور تو راه رو خونه قدم میزدن، تو حال خونه قدم میزدن. مستمر چهره بچه ها میمجال چشم. تصمیم گرفتم صبح یه سره برم مزار بچه ها تو بیسر و به هر قیمت شده پیدا کنم. آدرس خیلی از قبرهای بچه ها رو از قبل گرفته بودم. صبح سراسیمه رفتم به بیسر، همینجور گردم میزدم رسیدم به مزار پرویز سلیمی. پرویز سلیمی همون دوستی بود که سالیان سال تو زندان باهاش بودم. من خداگاه سر قبرش زانو زدم. نمیدونم، شاید یک ساعت دو ساعت طول کشید. همینجوری بی اختیار توی این مسیر قدم میزدم، همینجوری با تک تک بچه ها صحبت میشد. اومدم از مزار بیرون، گفتم دیگه دیر شده برگرد. اینجا برمیگشتم احساس میکردم تک تک بچه ها از تو قبر اومدم بیرون با من خدا بسیم کنن. من بهشون دست تکون دادم، گفتم پیامتون برای سازمان میگیرم. اگر شما لایق تر از من بودین که به سازمان بپیوندید، ولی نمیدونم، شاید این بار امانت به دوش من گذاشت. آغوش زمین باز کن و یار ببین، صد چشمه خون تشنه دیدار ببین. از بام و رواق روزگاران بنگر، کشتار سپیده بر سر دار ببین. اعدام بهشون ابلاغ کرده بودن. اینا چون از دو سال قبل تو زندان گوهردشت بودن، مرتب هر جا بغرزی پیش مهد
چیزی که همیشه تکرار میکردن این سوره آزادی بود که میخوندن. همونجا که به معنی که چشمند زرن چشاشون قراری که دستشون این دوش هم دیگه بود، این سوره آزادی رو همه با همونجا زبزبه میکردن و به سمت سوره که هر روز اعدامشون میکنن، هر آقابشون میکنن برگرد کرد. یکی از آخرین ملاقات‌های حضوری که با پدرم داشتیم توی همون تابستون سال 67 بودش. برگشت به ما گفتش که بچه‌ها من یه خوابی دیدم که می‌خوام براتون تعریف کنم. ما هم که خلاصه خیلی کنجکاو شده بودیم پرسیدیم چی بود، گفتش که خواب دیدم که یه شب دوتا کبوتر سفید اومدن سراغم، به هم گفتن که باید بیایی با ما بریم. گفت بهشون جواب دادم که آخه من که نمیتونم بپرم پرواز کنم. گفتش که به هم جواب دادن که چرا میتونی، دستتو بده به ما با هم میپریم میریم. گفت که منم یک لحظه تصمیم گرفتم که باهاشون بپرم و برم. یادم هستش که قشنگ تو همین صحنه بغض گلومو گرفته بود، هم تو خواهرای کوچیکم که اونجا بودن، و احساس کردیم که دیگه آخرین دیدارمونه و دیگه پدرمون نمیبینیم، ولی همیشه تو دلم بهش افتخار میکردم، به این شهامتش، به این راهی که انتخاب کرده و به این آرمانی که خلاصه تا آخرین قطره خون و آخرین نفسش براش مقاومت کرد و ایستاد، و این آخرین دیدارمون بود. اقرار نکرده‌ام به بلندای پروازت که تو بالاتر از آسمان را دیده ای و نطفه ای که در خلأ دو منظومه شکل میبندد، آنجا که حقوق جنگل تبیین حقیقت انسان است و درخت بالاترین ضمیر آگاهی، آنجا که آهوان تشنه از فلسفه حیات نوش می کنند، اقرار نکرده ام که میان تو و آتش باران است خدا، خدایی که نگهبان بهترین هاست. اقرار نکرده ام که دیدم او را از نزدیکی، آنجایی که در تنهای خیش می تپی، تنهای تنها از رگ گردن نزدیکتر، حسیست که در همه چیز تو می شورد. اصغر غلامی اهل قایم شهر بود. وقتی که رفته بود نگری، رئیس هیئت مرگ ازش پرسیده بود که اتهامت چیه؟ اصغر گفت فدایی. نگری خب پرونده اصغر دستش بود، میدید که این مجاهده. بعد دوباره پرسید اتهامت چیه؟ اصغر گفت تو پرونده درست نوشته، من فدایی مسعود مریمم. غلامرضا کیکوجوری و منوچهر بزرگبشر از بچه‌هایی بودن که وقتی قضای اعدام ها رو شنیدند گفتن که ما دیگه نمیتونیم بدون بچه ها زنده بمونیم و با اسم مجاهد و نام مجاهد پرواز کردن. اون شب یادم میاد شهید اعظم طاق‌دره گفت مجاهد گفتن خون میخواد و ما باید خونشو بدیم. ایرج لشکری وقتی که اتهامش ازش پرسیدن گفت هوادار مجاهدین خلق، رو کلمه مجاهدین تاکید داشت چون که معتقد بود که این یک کلمه نیست، این یک آرمانه، و عهد کرده بود که هرگز از اصولش و آرمانش کوتاه نیاد. دشقیمان به خاطر اینکه او رو بشکنن و از این کلمه کوتاه بیاد، بار اول 3 ساعت یک بند می‌زدن
و پیکر بیهوششو به سلول انفرادی بردن. حدود 3 ماه یا 4 ماه تا موقعی که قتل عام ها شروع شد در سلول انفرادی بود و مرتب تحت فشار و شکنجه بود برای اینکه کوتاه بیاد، اما کوتاه نیامد و از کسانی بود که تا به آخر بر عهد خودش ایستادگی کرد. بخان کین سینه شد خونین، زبار کینه شد سنگین، شبی دیوار ظلمت را کنم با خون خود رنگین، ما ترس از دشته و دشمن به خانه هم سفر با من به خانه. بله، هدف برداشتن نسلی از مجاهدین و اسیرانی بود که با مقاومتشون دشمن رو به زانو درآوردند. مجاهدین اسیری که اجازه ندادند غباری بر کلمه مجاهد خلق بنشینه و رؤیای تسلیم و ندامت در برابر خمینی رو برای همیشه باطل کرده. شب هجران رسید آخر به توفان ها هزار و چند سپیدار باید سپردشن به دست رگبار. هزار هزار بگو به من، هزار و چند تا خورشید باید درن یکی یکی سر دور. هزار و یک، هزار و دو، هزار و چند تا سیره نشسته پر باس لب جو بمیره. هزار و یک، هزار و دو، هزار و چند. فدایی حالا خونه
تسلو.